5 تا علامت تو پاها که نشون دهنده مشکلات کبدیه. تو این ویدیو میخوایم راجع به یک بیماری خاموش که متاسفانه بیشتر از 40% مردم ایران هم درگیرش هستن و علائم خاصی هم نداره با هم دیگه صحبت بکنیم. پس تا انتهاش رو نگاه بکنیم که اگر خدای نکرده این علائم رو داشتین سریع متوجه بشین و جلوی پیشروی این بیماری رو بگیرین. دوستای عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدید. کبد چرب یکی از بیماری‌های شایعی هستش که این روزها خیلی از افراد اسمش رو شنیدن و خیلی‌ها درگیرش شدن. این کبد چرب که بهش میگن قاتل خاموش، درد خاصی یا علامت خاصی مثلا سرماخوردگی که درد داره و علائم رو بروز میده و شما متوجه میشین و میرین دکتر، کبد چرب میشه نیست، علائم رو از خودش نشون نمیده و تو مراحل آخریه که فرد به گرید 2، گرید 3 فیبروز و سیروز نزدیک بشه، یه سری از علائمش به وجود میاد و اون موقع میره و برای درمانش میخواد اقدام بکنه که دیگه فایده ای هم نداره و اون موقع فقط باید پیوند انجام بده. پس چند تا از نشونه هاش رو که توی پاها بروز پیدا میکنن و خیلی مهم هستن توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم. پنجمین مورد تورمه. چرا تورم اتفاق میفته؟ سیاه رگ باب که یکی از رگهای اصلیه که خون رو از روده، تحال، پانکراس میرسونه به داخل کبد، بهش فشار روی این وریده باب باعث تجمع مایع تو پاها و شکم میشه. غیر از کسایی که درگیر سیروز کبدی هستن، کسایی که درگیر هپاتیت بی و هپاتیت سی میشن یا حتی مشکل قلبی و مشکل کلیوی دارن هم تورم تو پاهاشون رو احساس میکنن. پس این تورم پا صرفا به خاطر کبد چرب و سیروز کبدی نیست، میتونه به خاطر هپاتیت، مشکل کلیه و حتی مشکل قلبی هم باشه. مورد بعدی درد مفاصل. درد مفاصل میتونه تو پاها یا هر قسمت دیگه از بدن به وجود بیاد و دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه، اما اگر که این درد مفاصل به خاطر عفونت ویروسی یا هپاتیت ویروسی باشه، به خاطر اون التهابی که به وجود میاره ناشی از مشکلات کبدیه و کسایی که این درد مفاصل ناشی از مشکلات کبدی رو تجربه میکنن، علائم دیگه‌ای مثل خستگی مزمن، زردی پوست، خارش بدن، گل گرفتگی، درد شکم، تهوع رو هم تجربه میکنن. یک دیگه از مشکلات یا نشونه هایی که تو پاها برای افرادی که درگیر مشکلات کبدی حاد هستن به وجود میاد، گرفتگی عضلاته. یه تحقیقی که تو سال 2014 آمریکایی‌ها انجام دادن، متوجه شدن 3 ماه قبل از اینی که افراد درگیر سیروز کبدی بشن، گرفتگی عضلات رو تجربه می‌کردن که این گرفتگی عضلات دلیل خیلی مشخصی نداره، اما می‌تونه به خاطر اختلال الکترولیت و عدم تعادل بین قدرت عصبی و قدرت درمونیز و اعصاب به شخص باشه. یکی دیگه از نشونه های خیلی مهمی که شما میتونین این مشکلات کبدی رو تشخیصش بدین، علائم پوستیه. شاید شنیده باشین که میگیم پوست آینه بدنه و هر اتفاقی که داخل بدن بیفته رو سطح پوست هم مشخص میشه. حالا یکی از اونها به وجود اومدن لکه های قهوه‌ای رنگه که به صورت قرینه یا پراکنده رو سطح بدن به وجود میاد و اصولا از روی دست، رو صورت و روی پاها این لکه ها بیشتر هستن. مورد آخر سوزن شدن، بیحسی و گزگز دست و پاهه که اکثر کسایی که درگیر مشکلات کبدی هستن، هپاتیت دارن، کبد چرب دارن، سیروز کبدی دارن و حتی دیابت دارن، این بیحسی و گزگز رو تجربه میکنن. حالا اگر کسی درگیر دیابت باشه و کبد چرب هم داشته باشه که خب این مشکل واسش شایع تره. حتی کسایی که از مشروبات الکلی هم استفاده میکنن و درگیر کبد چرب الکلی هستن،
همه علائمی که گفتم رو تجربهش میکنن. پس حتما کبد چرب و علائمی که به وجود میاره رو جدی بگیرین. یک سری دیگه از نشونه های کبد چرب رو داخل دیسکریپشن براتون مینویسم، حتما مطالعه بکنین. و خوشحال میشم که اگر یه نکته کوچیک تونستم بهتون یاد بدم، این ویدیو رو لایک بکنین، برای بقیه دوستاتون بفرستین، و اگر هنوز کانال ما رو ساب ندارین دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو روشن کنین تا از بقیه ویدیوها مطلع بشین.